سلام علیکم آقا، ما درباره امنیت توی فضای آنلاین زیاد صحبت کردیم، اما از امنیت تو فضای کاری چیزی میدونیم؟ خیلی از ماها قسمت زیادی از روزمون رو سر کاریم، مثلا نمیدونم 8 یا 9 ساعت معمولا. اگه یه ضرب تقسیم ساده کنیم ببینیم که 1/3 کل اون 24 ساعت روزمون میشه دیگه. پس عملا یه قسمت مهمی از زندگیمون میره پای کار بودن و بودن توی فضای کار. به همین خاطر که اکثرمون روی سیستم شرکت، مثلا حالا حساب تلگرام داریم، نمیدونم اکانت شخصیمون رو گاهی چک میکنیم، یکی دو تا وبسایت شخصی تو مرورگرمون باز میکنیم و با این کارا خب میدونیم که کاملا شخصیه و دوست نداریم که مثلا همکارمون بیاد مانیتورمون رو چک بکنه یا بقیه بفهمن داریم دقیقاً چه کاری انجام میدیم. حالا جدا از اون قسمت حریم خصوصی، میدونید آدم دلش نمیخواد دیگه بدون دقیقاً چه میدونم مثلا داخل دیجی کالا داری چه چیزی رو سرچ میکنی. توی چنین شرایطی حریم خصوصی خب موضوع خیلی مهمی به حساب میاد، حریمی که خیلی راحت و وقتی حواسمون نیست به راه‌های مختلفی ممکنه زیر پا بره، یکی مثلا از پشت سر بیاد چکتون بکنه یا بالا به هر شکلی به اطلاعاتتون دسترسی پیدا بکنه. بچه‌ها داخل این ویدیو میخوام بهتون بگم که شرکت MSI با همکاری توبی چند تا راه حل جالب برای مشکل داره که در ادامه ویدیو میخوام بهشون نگاهی بندازیم. تا آخر شما همراه باشید. من بهزادم، اینجا زومیت، جایی که سال‌هاست پاتوق خورای تکنولوژیه. بچه‌ها این توبی اوی رو که میخوام داخل این ویدیو در موردش باهاتون صحبت بکنم، همینطور که میبینید که محیطش خیلی ساده و روون، چیز عجیب غریب پیچیده ای نداره، در مجموع 11 تا ویژگی در اختیارتون میذاره که اون چیزایی که الان چند سنه قبل راجبش حرف زدم رو بتونیم جلوشو بگیریم. من دوست دارم با این سیکیوریتی اند پرایوسی شروع بکنم که اینجا یه بخش باحالی داره به اسم پرایوسی اسکرین. بچه‌ها پرایوسی اسکرین دو تا حالت به ما میده وقتی که روشنش بکنیم، یه حالت نرمال یا حالت های. نرمال اینجوریه که وقتی شما از جلوی مانیتور یا حالا سیستمتون بلند میشید میرید، محتوایی که داشته نشون داده میشده رو بلر میکنه، خیلی باحاله. اما شما میتونید اینو پیشرفته ترش هم بکنید، مثلا بذارید روی حالت های. این چجوریه؟ وقتی مثلا من چند ثانیه توجهمو به یه سمت دیگه میبرم، مثلا چه میدونم اون سمت استودیو رو نگاه میکنم، مثلا الان کاملا بلر میشه و تا زمانی که من به مانیتور نگاه بکنم که من میتونم محتوا رو ببینم. یه کوچولو حواسم اینور اونور بره و مانیتور رو نگاه نکنم، میاد برام بلرش میکنه که خیلی باحاله، امنیت رو بالاتر میبره و دیگه کسی دیگه نمیتونه اون محتوا رو ببینه. اما پیکر دیتکشن چیه بچه‌ها؟ اینم خیلی جالبه. مثلا شما دارید به مانیتورتون نگاه میکنید، چه میدونم دارید کاراتون رو انجام میدید، یهو یه دوستی میاد از سمت راست مانیتور به دیسپلی شما نگاه میکنه یا مثلا از سمت چپ نگاه میکنه. همین اتفاق که بیفته اگه مثلا از سمت راست نگاه بکنه، یه پیغام میاد که بابا داره یه بابای اینجا به مانیتور شما نگاه میکنه. اگه مثلا از سمت چپ نگاه بکنه، یه پیغام میاد که داره از سمت چپ نگاه میکنه و کلا خیلی باحاله. اینم دوست داشتم بهتون بگم. یه حالت اوتو لاک ویندو هم ویندوز هم داره که مثلا علاوه بر بلر بودنه بیاد در واقع ویندوز رو هم لاک بکنه که اینجا میتونید بذاریدش. مثلا اگه من از جلوی مانیتور رفتم و جلوش نبودم، جلوی سیستم نبودم، بعد از مثلا 15 ثانیه یا 30 ثانیه به صورت خودکار دیگه ویندوز لاک بکن تا من بیام خودم آن لاکش بکنم. بچه‌ها اینم اضافه بکنم، توی بخش سکیوریتی اند پرایوسی الان شاید مثلا براتون این سوال پیش اومده باشه که خب منی که مثلا صاحب سیستمم و جلوی سیستم میرم، مثلا واسه خودم یه چای بریزم، یکی دیگه بیاد پشت سیستم من، چیه داستان؟ آیا اون بلر بودن از بین میره؟ بعد بهتون میگم که با توجه به در واقع وبکم و شناسایی چهره شما که چهره شما رو کاملا ریکگنایز کرده، این اتفاق میفته. یعنی اگه مثلا مریم الان بیاد پشت سیستم من بشینه، چون چهرهش تعریف نشده نمیتونه سیستم من آنلاک بکنه. پس حتما بعد شما پشت سیستم بشینید تا اون موقع در واقع حالت بلر بودن بره، یا حالا اگه روی حالت آنلاک، روی حالت لاک ویندوز گذاشتید، ویندوز رو آنلاک بکنه. بریم سراغ بخش بعدی، دیجیتال ویل بینگ رو میخوام بهتون بگم. اینم خیلی باحاله، در واقع نگران سلامتی شماست. مثلا الان من میگه که اسکرین تایم 50 دقیقه است و مثلا آخرین بریکت هم که رفتی 54 دقیقه پیش بوده، اگه مثلا این 2 ساعت بشه، میاد به شما پیغام میده که بابا باشه یه تکونی به خودت بده، یه کمری راست بکن، نمیدونم یه دو تا ورزش بکن، داری به خودت فشار میاری. این قسمت دیستنس تو اسکرین هم داره میگه آقا فاصلت کمتر از 50 سانتی متر نشه بهتر. الان 80 سانتی متره، مثلا یکم بیشترش بکنم میبینید که بیشتر شد، 96 سانتی متر، مثلا یکم نزدیکتر بشم 67 سانتی متر که از اینجا من روشنش کردم که چیز جالب و بکاریه. توی قسمت پاور اپتیمیزیشن هم ما یه قسمتی داریم برای در واقع مصرف بهینه انرژی که بخواد انرژی کمتری مصرف بکنه. اسکرین رو دیم میکنه دیگه، خیلی چیز ساده ایه. بعد از اینکه مثلا اینجا خودتون نوارش رو تغییر میدید، مثلا بعد از 10 ثانیه یا نمیدونم مثلا 20 ثانیه که من از جلوی مانیتور و در واقع سیستمم رفتم یه جای دیگه، مثلا یه چایی بریزم، بیا نور نمایشگرم رو کم بکن، مصرف انرژی
در واقع مدیریت میکنه و انرژی کمتری مصرف میشه. بچه ها امکانات توبی اور فقط محدود به حریم خصوصی نیست و میتونه کارتون رو هم ساده تر بکنه. چطوری؟ ببینید مثلا برای کسایی که آدر رفقایی که چند تا مانیتور دارن گرافیستن تدوینگرن یا به هر دلیلی جابجایی موس یه دغدغه است، ما اینو خودمون تو زومیت خیلی لمسش میکنیم، بعد ببینیم مثلا موس تو کدوم مانیتور و این داستانا. اما توبی اور توی قسمت اتنشن اسکرین نویگیشن این امکانو بهتون میده که شما وقتی که به مانیتورتون نگاه بکنید موس رو ببره داخل همون مانیتور و کلا امکان خیلی باحالیه که دوست داشتم اینم بهتون بگم که شما میتونید اینجا از این قسمت گزینش رو فعال بکنید و ویندوز اسنپ رو آنش بکنید. کلا ویژگی خیلی خفنیه. حالا از این ویژگی بچه‌ها میشه برای تقسیم صفحه و انتقال پنجره به مانیتور دیگه هم استفاده کرد و کافیه پنجره مورد نظرتون رو با موس بگیرید و با مانیتور مقصد نگاه بکنید تا پنجره بره اونجا. همه این ویژگی‌ها رو که گفتیم بچه‌ها شاید فکر بکنید این توبی اور به یه سخت افزار پیشرفته و گران قیمت هم احتیاج داره، در صورتی که باید بگم که این توبی اور فقط و فقط به یه وبکم عادی نیاز داره و همه این ویژگی‌ها رو با همون وبکمی که الان جلوی من هست داره انجام میده. البته برای ویژگی‌های پیشرفته‌تر بعد وبکم به فرستنده IR هم مجهز بشه که دستگاهی پشتیبانی شده MSI باید بگم که این ویژگی رو داره. شرکت MSI به عنوان شریک تجاری توبی این امکان رو توی لپتاپ‌های سری ایوو کامپیوترهای آلیمان خودش کامل فراهم کرده تا بتونید با خیال راحت از سیستمش استفاده بکنید. در واقع توبی اور در کنار اینکه حریم خصوصیتون رو حفظ میکنه یه ابزار برای اینکه یه استفاده چجوری بگم حرفه‌ای‌تر از سیستم خودتون داشته باشید تا بهره‌وریتون افزایش پیدا بکنه. البته فراموش نکنید که توبی حواسش به سلامتیتون هم هست و اگه زیاد پشت سیستم بشینید یادتون باشه که بهتون گفتم مثلا 2 ساعت اینا بهتون اختار میده پاشو یه مثلا یه تکونی به خودت بده دیگه، واقعا داری خسته میکنی بدنت رو و این عدد رو داخل پورتال شخصیتون هم نشون میده. کلا من از وقتی نصبش کردم و دارم ازش استفاده میکنم توجه خیلی از بچه شرکتم بهش جلب شده بود که مثلا چرا نمیدونم بلر میشه، این چی بود اومد مثلا اختار داد، من داشتم مانیتور نگاه میکردم. کلا ویژگی جالبیه به نظرم، خیلی باحال. خیلی خوب، دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که ویدیو مفیدی بوده باشه براتون و اگه دوست داشتید نظرتون داخل کامنت ها بنویسید. همین، مراقب خودتون باشید، حرف دیگه ای نمونه. خیلی مخلصیم.